همراهان همیشگی سازمان مهاجرتی پرشین مایگرنت. من الهام جزایری هستم، کارشناس امور مهاجرتی. امروز میخوام در مورد برخی از تغییرات در ویزاها و برنامه‌های مهاجرتی استرالیا در سال مالی جدید براتون صحبت کنم. مهاجرتی استرالیا در سال مالی جدید با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا تمرکز زیادی بر روی بهبود وضعیت اقتصادی داره. افرادی که دارای ویزاهای موقت شغلی در مشاغلی مثل جهانگردی و کشاورزی هستند، میتونن اقامت خود رو در استرالیا تمدید کنن. هرچند برنامه مهاجرتی دولت استرالیا در سال مالی جدید هم بر پایه 160 هزار ظرفیت در نظر گرفته شده، اما ممکنه سهمیه بندی و تخصیص این ظرفیت به مشاغل مختلف متفاوت باشه. 50% از ظرفیت اعلام شده به ویزاهای اسکیلد ورکر، بیزنس اینوویشن و گلوبال تالنت اختصاص پیدا کرده. این تغییرات از ابتدای جولای 2021 اجرایی میشه و اقدام برای اقامت دائم سرمایه گذاران تسهیل پیدا میکنه و از طرفی باعث افزایش بازده سرمایه گذاری در استرالیا خواهد شد. جلوگیری از عواقب ناشی از کرونا، یک لیستی توسط اداره مهاجرت استرالیا معرفی شده بود که مشاغلی با اولویت بالاتر در این لیست وجود داشتند که در چند هفته اخیر 22 کد شغلی به این لیست اضافه شد و تعداد مشاغل به 41 کد شغلی در لیست PMSOL رسید. برای ویزای 189 6500 ظرفیت در نظر گرفته شده که تا راند اپریل 2021 فقط 1690 ویزا اعطا شده. بنابراین پیش بینی میشه که هنوز تعداد زیادی ویزای 189 وجود داره که باید در آینده اعطا بشه. دولت فدرال استرالیا یک ویزای جدید کشاورزی رو معرفی کرده و نیروی کار کشورهایی که عضو آسان هستن میتونن برای این ویزا درخواست بدن. دولت استرالیا همچنین تغییراتی در مورد ویزای ورک اند هالیدی در نظر گرفته و افرادی که با این ویزا در مشاغل جهانگردی و توریسم در استرالیا مشغول به کار هستند، از مارچ 2022 میتونن بدون نیاز به 88 روز کار ویزای دوم ورک اند هالیدی خودشونو دریافت کنن. لازم به ذکره که ظرفیت در نظر گرفته شده برای ویزاهای فامیلی استریم همچنان روی عدد 77300 ویزا ثابت بود. تغییراتی هم در مورد ویزاهای پارتنر داشتیم. تا قبل از این متقاضی میبایست حتما خارج از خاک استرالیا میبود تا ویزاش صادر بشه، اما در حال حاضر با توجه به شرایط کرونا و محدودیت‌های مسافرتی، اگر متقاضی داخل خاک استرالیا هم باشه ویزاش صادر میشه و مدت بررسی ویزاها هم کاهش داشته. در سال مالی جدید هم مثل سال گذشته تعداد ویزاهای سرمایه گذاری تقریبا دو برابر شد و به 13500 نفر رسید و در مورد ویزاهای گلوبال تالنت هم حدوداً 3 برابر شد این ظرفیت و به 15000 نفر رسید.